ما میشیم با همکارم آرش آزرمی برای بررسی بیشتر وضعیت بازارهای مالی در ایران آرش بازار ارز ظاهرا امروز کم نوسان بوده در مورد وضعیت امروز بازار ارز و طلا چه بیشتر میدونیم بله از بعد از اینکه در کمتر از سه روز دلار به بالای 26 هزار تومن رسید و کمی هم در این کانال پیشروی کرد امروز به نظر کمی کاهش پیدا کرد در کانال 26 هزار تومن تا در واقع تثبیت بشه اگر قیمت ها رو ببینیم دلار صرافی ملی کماکان ثابت هست وارد کانال 25 هزار تومن نکرد نخ و صرافی ملی 24980 در بازار آزاد دلار 200 تومن نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرد 26 هزار تومن معامله شد حواله دلار در سامانه نیما کماکان در کانال 23 هزار تومن هست 23 هزار و تومن حدودا امروز معامله شد نسبت به دیروز افت کمی رو داشت یورو هم 300 تومن کاهش قیمت رو داشت 31 هزار 300 تومن و حواله درهم هم کماکان بالای 7100 تومن هرچند 20 تومن کمتر از دیروز نهایتا بسته شد در مورد بازار ارز مجموعه تحولات سیاسی در واقع راهکار, راهکار و وضعیت بازار رو مشخص میکنه باید دید خبرهایی که میرسه از تحولات سیاسی چگونه بر بازار تاثیر میذاره این به نظر نکته اصلی است اما موضوع دیگری که امروز در رسانه ها خیلی مد نظر بود فاصله گرفتن نرخ دلار در صرافی ملی و بازار دوباره باعث شده که برای خرید دلار سهمیه‌ای ای جلوی صرافی ها صف تشکیل بشه امروز هم در فضای مجازی فیلم های منتشر شد از این صف‌هایی که برای خرید دلار سهمیه‌ای ای و فروش اون در بازار آزاد در واقع ایجاد شده بود در بازار طلا هم همین وضعیت رو داشتیم طلای جهانی متزلزل هست 1820 دلار در هر اونس دلار هم که کمی کاهش پیدا کرد به همین دلیل تمام شاخص ها در بازار طلا هم کاهشی بود سکه 150 هزار تومن کاهش پیدا کرد و مزنه و طلای گرمی هم همینطور که دیده میشه کمتر از یک درصد کاهش قیمت داشتند امروز عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته سند جامعه رمزپول بانک مرکزی ایران هم تهیه شده که خب جالب توجه هست با توجه به در واقع روندی که این روزها رمز ها و رمز ارزها دارند در بازارهای جهان آرش در بازار سهام امروز چه روندی رو شاهد بودیم شاخص کل به نظر میرسید که رشد کرده ولی اکثر شرکت ها کاهش قیمت داشتن چی بوده؟ بله وضعیت در بازار سهام با این تغییراتی که انجام شده به گونه است که شاید فقط دیگه با شاخص ها نشه بازار رو تحلیل کرد نیاز به اطلاعات جامعه تری هست امروز همینطور که گفتی شاخص کل دو دهم ده درصد رشد کرد هرچند دیروز رشد خیلی شارپی رو داشت به قول بازار بازار سهام ها هم بازاری های سهام اما امروز کمی نفسش گرفته شد شاخص کل هموز هم سه دهم ده درصد رشد داشت امروز که هر دو شاخص اصلی مثبت بودن اما نکته عجیب همون چیزی بود که اشاره کردید فقط 32 درصد از شرکت ها در مجموع بورس و فرابورس مثبت بودن اکثر شرکت ها منفی بودند. این دامنه نوسان نامتقارن عملا توضیح اصلی شاید این اتفاقی باشه که در بازار میفته قبلا شرکت های بزرگتر وزنشون باعث میشد که شاخص کل حتی با وجود منفی بودن اکثر بازار مثبت بشه الان این دامنه نوسان نامتقارن هم دامن زده به این قضیه و تشدید میکنه چون شرکت حد اکثر دو درصد قیمتشون میتونه کاهش پیدا کنه اما تا شش درصد میتونن افزایش قیمت داشته باشن در بازار ارزش معاملات هم امروز به بیش از 20 هزار میلیارد رسید نسبت به روز قبل 19 درصد کاهش رو نشون میده هرچند معاملات خرد امروز بیشتر از روز قبل بود تقریبا 1300 میلیارد تومان افزایشه معاملات خرد رو در بازار داشتیم خالص فروش سهام هم امروز مثبت شد بعد از چند روز که منفی بود صفهای فروش امروز سنگین شدن در ابتدای بازار تقریبا صفهای خرید برتری داشتن اما هرچه از معاملات گذشت صفهای فروش بیشتر شدن نهایتا هزار میلیارد تومن صفهای فروش بیش از صفهای خرید بودن خالص خرید اشخاص حقیقی هم منفی شد 646 میلیارد تومان حقیقی ها از بازار خارج بر برخلاف دیروز که گزارش ها نشون میداد که ورود پول بالای 1400 میلیارد تومان به بازار از سوی حقیقی ها داشته به نظر این وضعیت نوسانی و علاکلنگی بازار ادامه داره همزمان با این که بازار خودش رو تطبیق بده با این در واقع قانون ها و مقررات جدید نقشه بازار رو هم اگر ببینیم کاملا مشخص است که شرکت های بزرگتر با رشد بالا سبز رنگ هستند و اکثریت بازار قرمز هستند کاهش قیمت رو تجربه کردند در مجموع برایند اینها با توجه به شرایطی که بهش اشاره کردم منجر شد به رشد شاخص در حالی که اکثر شرکت ها منفی بودند در صنعت رو هم اگر نگاه بکنیم مشخص است که تقریبا همین وضعیت رو می‌بینیم 2.5 درصد گروه فلزات اساسی شاخص قیمت در اون افزایش داشت بهترین وضعیت و گروه انبوسازی املاک هم یک دهم درصد کاهش داشت شاخص قیمت در اون و بدترین وضعیت رو امروز بین صنایع پرمعامله داشت بسیار عالی مرسی آرش آرش همکارم از لندن همراه ما